اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار رو نشه. ایران در زمین ماست. ما از یک آب و خاک هستیم. که سراسر فرسود هوای وطن از چه بیتابانه میخواهم ات ای گوریت آز بد خدا همه رکت در باکن خود را در بهاران تا سپیدی های آزادی ببارد بر شب امیدواران، شوکت پروازتان را با غزل آهنگ مستی می نویسم تا بماند یاد هاتان در کتاب جاودان روزگاران. می کشم با واژه هایم طرحی از ایران فردا، خط سبزی از زمستان تا بهاران، صف زده در سایه خون زنده خاران، تیغ بر کف در سیاهی پاسداران، آن سو اما روشنایی، کوچه کوچه شعر بوسه، لحظه لحظه نور باران، می نشانم بر حریر شعرهایم قطره قطره پولک سبز رهایی، جامی از خورشید ایران، صبحی از دیدار یاران، می نشانم رو به دانشگاه تهران، قبله دل، کعبه جان، تا بجوشد سینه البرز خاموش، می نشانم نامشان را بر بلند کوهسار. علیرضا نوریزاده، سه شنبه 11 دسامبر، دوم آذر ماه، بهتون سلام می کنم. دیدید در آغاز برنامه دوست نازنین، همکارمون، میهمانمون، صاحب خانه آقای دکتر فرابخش، بالاخره بعد از مدتی غیبت حضورشون رو مغتنم میشه بودیم که در خدمتشون هستیم و طبیعتاً گپ و گفت مفصلی خواهیم داشت. من سریع یه نگاهی به دو سه تا موضوع بکنم که ضروری است بعد بریم، که امروز هم خیلی بحث داریم. تحریم ها، نفت، داستان گرانی نان، داستان گرانی ارز، همه اینا خلاصه باید بحث بشه راجبش. اول این آقازاده‌ای که در شهر جهرم با چاقو به باسن خانم‌ها می‌زدن، در واقع مولود این موجود عجیب الخلق به نام جمهوری ولایت فقیه. آخونده رو ببینید رو منبر چی میگه. آقای تهرانی، آقا تهرانی که اینا خیلی هم بهش زیر بغلش هندونه میذارن، میگه آره دختراتون همونجا کارشون رو بسم الله الرحمن الرحیم شون رو میگم میزن تای دره، یعنی یاد میده قشنگ. و بعد اینا رو نمونه هاشو که دیدیم که این تربیتیش که اینا دارن به نسل پر از عقده، وقتی پسر رو اجازه نمیدن با یه دختر حرف بزن. این فیلم گشت ارشاد به نظر من، حالا با همه مسائلی که داره و اینکه برمیگرده یاروها رو قلابی میکنن در حالی که توی داستان اصلی اینا واقعی هن، نمادی از این، نماد و نمایی از جمهوری ولایت فقیه. پسر جهرومی چی کار کنه؟ یک آدم بدبخت عقده‌ای که تو مسجد آخونده بده این خانوما با این لباس پوشیدنشون باعث میشن تو جهنمی بشی، یه مجنونشون میره اسید میپاشه، بسیجی هم هست، این هم لابد بسیجی بوده حالا یا نبوده نمیدونم، ولی به هر حال اخلاق بسیجی داره این آقا. قیافش رو نگاه کنید. یه کارتونی من اینجا پخش کردم که نشون میداد پسره توی خونش با کامپیوترش داشت چیزی رو تماشا میکرد، اعلام بعد اعلام میکردن که بله ببینید الان ما مبارزه کردیم با فساد اخلاقی، باندی رو گرفتیم. ایشون پسر یه سرهنگ بسیجیه، خودش هم وابسته به بسیج قدسه، بله در قطب آباد جهرم، بله. بسیار عالی. اما یک بعد از مدت ها تصویر مهندس عباس امیر انتظام، نماد مقاومت، مردی که رژیم ولایت فقیه او رو در بیمارستانم به تخت زنجیر کرد،
وقتی اون عکس چاپ شد یادم از در نیمروز چاپ شد برای اولین بار و من کامنتی هم براش نوشتم که خیلی اون زمان سر و صدا کرد. بریم حرفای این نازنین مرد مقاومت رو که 25 سال از بهترین و زیباترین سالهای عمرش به جرم گناه ناکرده در زندان ولایت فقیه گذشت و فکر میکنم هر کدوم از این دانشجویان خط امام رد میشن باید سرشون رو بندازن پایین کرنش کنن و پوزش بخوان ازش. حرفای آقای عباس عبدی کافی نیست، خیلی بالا آقای اسخرزاده باید بره پای عباس امیر انتظام رو ببوسه. نگاه کنیم حرفاشو این مرد آزاده ملی نازنین، ببینیم چه میگوید. من 37 سال در زندان بودم، الان هم در منزل خودم زندانی هستم، حصر خانگی هستم با فشار سازمان ملل متحد و در حدود 28 سالم در زندان خود این آقایون در ایبین و رزلسار و رجای شهر از شکنجه ها و مشکلات زندگی حرف نمیزنم، برای اینکه همه اینها رو قبول کردم از دود اول که هر کسی سرنوشتی داره، من هم سرنوشتم اینه، باید مقاومت کنم و از حقیقت دفاع کنم و در تمام 37 سال من یک بار بله در مقابل نظام موجود نگفتم، سرخم نکردم، تایید نکردم. هر وقت به من فرمی دادن از نظام جمهوری اسلامی که قبول داری گفتم نه، از رهبریتش گفتم نه، از کارهاش گفتم این جنایت در تاریخ بسیار سیاه و تاریکه و با یک روزی جوابگوی تمام این جنایت ها خواهید. الان هم تکرار میکنم، خود آقایون بهتر از من میدونن، خودشونم شعور خوندن تاریخ رو دارن، فهم تاریخ رو دارن، ولی متاسفانه قدرت انقدر افراد رو تحت تأثیر قرار میده، هم ثروت هم قدرت، که زبان دیگران رو میبرن، سر دیگران رو تن جدا میکنن. من سختی های بسیار کشیدم، از جمله مادرانی که اینجا ایستادن میتونن حدس بزنن که من 37 سال بچه هامونه سه تا فرزند دارم، دو تا پسر دارم، یه دختر دارم که الان دخترم 43 سال است، پسر بزرگم 40 سال است، پسر کوچکم 37 سال است. اینها 37 سال قبل از پیش من رفتن، پس بنابراین ببینید چقدر کوچک بودن، من تحمل کردم. میبخشید می‌دونن فرزند چقدر هست و چقدر تأثیر گذار، اما از نظر من خدمت به وطنم بالاتر از دوست داشتن بچه خونه. به هر صورت ایستادم تا آخرین لحظات حیاتی دیگه خواهم کرد، هرگز تسلیم زور، فشار، جنایت، شکنجه، دوری ها، دردهای انسانی نخواهم بود و از وطنم و منافع وطنم. درود بر شما. خداوند 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 خداو
شما قهرمانان ترسید از خدمیشی ملت خود میرسه کچه زهیدی بلا میزه ندارده شیدایی ندارده خدا برم قبل و بردباری بهتون بده و عرض بسنزن بهتون من بهتون امیدوارم نتایج خوب رو شما ببینید شما و فرزندان شما و دوستان شما ببینید خواهید که بر من در وصل بسته می دارد دوست، جان را به فراق خسته می دارد دوست. من بعد منو شکستگی بر در دوست، چون دوست دل شکسته می دارد دوست. فکر کنید عباس امیر انتظام، اون چهره خوشتی خوشمنظر با اون لباس چه کار باهاش کرد؟ دکتر ملکی رو دیدید؟ اون مادری که برای فرزندش زار میزد دیدید؟ امروز کسی از ایران به من یه خبری داد که حالا نمیخوام خیلی راجبش حرف بزنم، ولی خیلی یه لحظه منو خوشحال کرد. یعنی اینکه یه مادری، یک همسری، یه فرزندی مثل اینایی که اونجا در نمایشگاه محمد نوریزاد عزیز بودن و خیلی ممنونیم ازش که با این فیلم این امکان رو داد که ما این لحظات رو ببینیم و با سر کرنش کنیم در برابر امیر انتظام، ملکی، خود نوریزاد، همه اونایی که اونجا بودن. خبر این بود که سهیل عربی از مرگ رسته و اون حرفایی که تو زدی در برنامه خطاب به آقای خامنه‌ای مؤثر بود. امیدوارم چنین باشد و من با شادمانی بیام این خبر رو اعلام بکنم و از آقای خامنه‌ای تشکر بکنم. آرزو میکنم چنین باشه و سهیل به مادرش و به همسر و فرزندش باز گردد. این صاحب النبی رو که دارن مطرح میکنن خودشون میدونه که درست نیست. او همچی کاری نکرده، همچی حرفی نزده و برش گردونید به همسرش، دخترک کوچکش، مادرش، که مثل این مادر، مادر فردا زجه نزنه. این ناله ها ناله های مؤثری است. اصلا نمیخواد به خدا پیغمبرم کاری نداشته باشی، طبیعت رو بگیری، اینا آثار مستقیم داره. در حال امیدوارم که، ولی آقای امیر انتظام، آقای مهندس عزیز، اینو من به شما بگم، آنچنان جایگاهی در دلهای مردم دارید که اگر اینا جرأت داشتن یک انتخابات آزاد در عمرشون برگزار میکردن و عباس امیر انتظام 1000 تا هم اونا نامزد میذاشتن، عباس امیر انتظام بالاترین آرا رو از ملت ایران میگیره. ولی جرأت ندارن دیگه، ترس دارن، جرأت ندارن. ولی خود عباس امیر انتظام گفت هیچ وقت نباید امید رو از دست داد، به ظلم نباید تسلیم شد. درود بهت میفرستم بزرگوارم. ملاحظه که دایی دکتر فربخش، سلام به شما بکنم. مایه تأسفه واقعا، من خیلی متاثر شدم، چون یادم هست آقای امیر انتظام سر دولت موقت و قبلش، قبل از انقلاب، این مرد نازنین رو که میدیدم اون شبی که اومد، تمام این زندان و مصیبت برای این بود که ایشون بعد از جلسه هیئت وزیران ساعت 11 شب، 12 شب اومد جلو مجلس سنا، گفت خبرگان منحل شد، چون یه ماه عمرش بود کارش کرد مون. هنوزم این بدعت نامبارک ولایت فقیه تصویب نشده. اونجا آقای رفسنجانی اومد به مهندس بازرگان گفت اجازه بدید نظر امام هم بپرسیم، آخه همینجوری نمیشه. مهندس بازرگان گفت احتیاج نداره، آیین نامه نوشتیم، مطابق آیین نامه رفتار میکنیم. گفت نه خب این قانون اساسی فلان. به امام گفتن همانا، آقای مهندس بازرگان دید امیر انتظام رو تو نخشن، ترسید ترورش کنه، فرستادش اسکاندیناوی به عنوان سفیر. مرحوم قدس‌زاده میگفت وقتی من ازش پرسیدم گفت اصلا من خبر نداشتم، رمز وزارت خارجه رو دانشجوی خط امام استفاده کرده بودن به آقای امیر انتظام که فوری بیاید در مورد یک مسئله بسیار مهم باید شما برید امریکا، باید بیاید اینجا مذاکره کنید از جانب وزیر خارجه.
کشودن شیران بعدم اونجوری 25 سال نه. دو سالم که بیمارستان و زندانه دارم. به هر حال بسیار اسباب تأسف. آقای کوچک زاده و نم آقای رسالی و اینا انسان های با شرفی مثل امیر انتظار. این انسان ها باید دکتر ملکی رو دیدین؟ خب اینا حکم نابودی خود حکومت اسلامیه. وقتی یه آدمی مثل امیر انتظام و ملکی و نوریزاد و غیره و غیره به این صورت اسیر باشند، این خوشایند رژیم نیست، دلش خوش رژیم. ببینید چه مملکتی رو درست کرده آقای دکتر. الان یه فیلمی رو الان با هم ببینیم، رئیس یه بیمارستانی رو اسید پاشیدن دیگه. حالا زنا گذشت، حالا انتقام گیری. ببینید اینو الان رئیس یک بیمارستان سوان سوختگی میدونم به کدوم اسید بهش پاشیدن که آدم باورش نمیشه یه دکتر رو، یه پزشک رو در مملکت ما باید بیان روش اسید بپاشن، توی جهرم به باسن خانم‌ها چاقو بزنن، تو اصفهان دخترها رو اسید بپاشن. یعنی یه مملکت ناامن. یعنی آدم وقتی نگاه میکنه اینا خیلی باد امنیت به گلو میزنه. حکومت لاتاسی که ببینید، آقای نقدینامی رئیس بسیج یک مملکت، آقای نام عزیز جعفری، این اون. خب توقع و انتظار نمیشه بیش از این. فیلمو ببینید آقای دکتر. از اینکه خونه که رسیدم دیدم یه موتور، دو نفر تو موتور دارن میان. من همزمان اونا در رو باز کردن، من شروع کردم به کمک خواستن رو. اون یکی هم به کمک این اومد که منو بگیرن، ولی من فرار کردم و صورتم میسوخت و اولش اصلا فکر اسید و اینا نبود. بعد که متوجه شدم دیگه شروع کردم به سوشو خبر رسانی بهتر اورژانس و نیروی انتظام. در پی این حادثه امروز وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مدیر بیمارستان زیایان عیادت کرد و در جاری عیادت کرد. چه فایده داره؟ چشمشو چیون دیگه. خب آقای دکتر، حالا کنار این مسائل که نگاه میکنی، داستان اتمی هم اونجور که انتظار داشتیم به نتیجه مطلوب نرسید. در واقع تمدید کردن قضیه رو. حالا چرا تمدید؟ چه چیز عجیب غریبی قراره تو این چهار ماه حل بشه؟ ولی من به جنبه اقتصادیش نگاه میکنم. این ماهی 700 میلیون دلار آزاد کردن تأثیری خواهد داشت در وضع مردم؟ آره. ببینید آقای دکتر نوریزاده، اگر شما این پوسته زخیم سانسور و تبلیغات رو از روی این مسئله هستی کنار بزنی، خود مسئله خیلی ساده است. یک رئیس دولتی تصمیم میگیره بمب اتم بسازه، غرب اومده میگه آقا تو اجازه این کارو نداری. خب یه چندین سالی مقاومت میکنه، بعد کار به تحریم میکشه. تحریم ها باعث میشه که این چاقوی روی گردن آقای خامنه‌ای و حکومت اسلامی باعث میشه که اینا سر میز مذاکره بشین. مسئله مهمی نیست. ایران باید تعهد بده که آقا من بمب اتم نمیسازم. مذاکره جنگ ویتنام که آقای کیزینجر شروع کرد در چند به چند ماه نکشید. واقعا هم جلوی دکتر اومد و کیزینجر بعد اصلا مسئله کرد. ما یک سال اومدیم نشستیم داریم. یک سال دکتر؟ 12 سال. نه، همین یک سالی که آقای روحانی اومده و داره شروع میکنه مذاکره. خب این یک سال ببینید، از نظر غرب این یه مسئله خارجیه براش، هیچ ارتباطی با مسائل داخلی کشور نداره، نه اقتصادش، نه سیاستش، نه مسائل داخلش. برای پنج کشور غیر از آمریکا، برای اون پنج کشور که اصلا تفریحه، حساب حقوقش رو میگیره، بیلت هواپیماش رو میگیره، میره گردشش رو مسقط میره، نم کجا میره، کجا میره، کجا میره، به عنوان مذاکره مسئله نیست براشون. پنج سال هم میخواد طول بکشه. ولی برای ما یه مسئله داخلیه، یعنی اقتصاد کشور به هم ریخته است به خاطر این مسئله. بله. واقعا جزئی. بله. این مسئله اتم دولت حکومت اسلامی خیلی بزرگش کرده، ولی در اصل نگاه بکنید مسئله جزئیه. آقا تعهد من میدم که بمب اتم نسازم. نه، اونا چی میگن؟ خیلی روشن آقای دکتر فربش میگن بسیار خوب، شما برای تولید نیروی مورد استفاده بوشهر 2000 تا سانتریفیوژ بیشتر نمیخواین.
چرا 9000 تا شق کار میکنه؟ بعد شما اورانیوم غنی شده 3.5 تا 5 میخوان، چرا 20 تا تولید کردید؟ پس شما کلک دارید میزنید. سوم، شما باید به NPT بپیوندید که بازرس‌ها هر موقع بخوان بیان، مثل همه کشورهایی که عضو آژانسن و تعهد منع انتشار، منع پخش سلاح هسته‌ای رو امضا کرد. مسئله بعدی اینه که شما آب سنگین عراق رو با تغییر بدین، خودتونم در پذیرفتید در اون اتفاق، اون توافق موقت. و بالاخره اینکه شما در بخش‌هایی از صنایع نظامیتون کارهای غیر مجاز انجام دادید، الان میگید انجام نمیدید، بسیار خوب، ما یه بازرسی میکنیم، میگید تموش. اما چون ته دل صداقت نداره، یعنی واقعیت نداره، چون هدف ساختن بمب. دقیقاً. و کارتونی که کاش اینجا بود، حالا فردا میذارم، کارتونی چاپ کرده بود وال استریت جورنال یا نیوزویک، نشون میداد که حاج‌آقا کلهشو کرده بود تو اتاقی که داشتن بمب میسازن، فعلا 7 ماه دیگه براتون وقت خریدیم کارتون تموم کنید. در عمل همین آقای دکتر، در عمل همین. خب حالا شما فرمودید که این تحریم ها به هر حال ادامه داره. ببینید، و فقط 700 میلیون دلار ما. ببینید 700 میلیون دلار، اولا من اگه جای آقای خامنه‌ای بودم سرام به دیوار میزدم. این یک توهینه. پول خودمون، پول خودش آدم به خودش بده با منت و بگه این 7 ماه هم این پولو به شما ما میدیم، امتیاز میدیم و بعدم ببینید این مسئله اتمی دو چهره داره. یه چهره ای که حکومت اسلامی برای ملت ایران ساخته، یعنی اومد همون روز اولی که مذاکرات شروع شد یه نوشته 15-20 سطری تهیه شد راجع به این مسئله، یک سال تمام این نوشته برای ملت ایران خونده میشه، منتها سطرها عوض میشه، سانتریفیوژ میاد با پایین، آب عراق میره بالا، هیچ چیز اطلاعات اضافی در اختیار ملت ایران قرار گرفته نشد. ملت نامحرمه دیگه. نامحرم. ولی توی اون پشت درهای بسته که اینا نشستن و خدا عالمه که اینا چه امتیازات و چه اون چیزایی که جست و گریخته به گوش ما میرسه، ما میبینیم همش ایران اینو داده، اینو داده، بله. اینو داده. خب غرب چیزی نداره بده، غرب نشسته سر جاش میگه آقا قطع کن، آزادت میکنه. اگرم قطع نکنی نفتت هم جلوشو میگه، نفتت هم جلوشو میگه، این 2 میلیون بشکت هم جلوشو میگه. پس بنابراین آقای خامنه‌ای وقتی که دستور داد به آقای روحانی که مذاکره رو شروع کنن، یعنی جام زهر رو دستش گرفت. بحث بر سنه که چند جوره بنوشه ایشون، ولی از نظر اینکه شکست ما خوردیم که شکی توش نی، بالاخره اینا امضاره میدن، حالا 7 ماه دیگه نشود 10 ماه دیگه میدن، هرچم دیرتر بدن مشکلات اقتصادی ما بیشتر خواهد شد آقای دکتر و موقعیتشون تضعیف میشه. 100%. ببینید آخه 700 میلیون دلار در ماه گرفتن پول خرید گندم نمیشه. آخه این چه معنی اصلا؟ چرا قبول کرد جمهوری اسلامی؟ من نمیفهمم این چیزا رو واقعا. از روی اصول نیست که برای این 700 میلیون خب چی بشه؟ آخه نیازی به 700 میلیون داشتین کشور 80 میلیون؟ آخه اینه که کشوری که 100 میلیون دلار، میلیارد دلارش دست اینونه تو خارج از کشور، آیا لنگ این 700 میلیونه؟ همین که چند روز قبل بنده دیدم آقای خامنه‌ای موافقت کردن 3 میلیارد و نیم دیگه به سوریه بدن. بله. همین چند روز قبل. بله. یعنی به سوریه بدن به بشار اسد که بیشتر آدم بکشه. ولی به هر حال به اعتقاد من جمهوری اسلامی ایران امضاهای لازم رو داده. حالا زمانش ببین، آمریکا که کوتاه نمیاد. نه آمریکا وایسه سر حرفش، یه حرفم زدی تو دنیام اگه حرفش هم عوض کنه پرستیج از بین رفته. میگه آقا جان باید تعهد بدی به جهان، نه به من، به جامعه جهانی، و تعهد بدی که بمب اتم نمیسازی. این خیلی حرف ساده ایه دیگه، چی ساده تر از بله، اصرار رضایت آقای نتانیاهو که این مذاکرات خوشحالیم به نتیجه نرسید، برای اینکه میگن قرارداد بد بدتر از این که بسیار قرارداد نبندیم، هم قرارداد بد بده که دست جمهوری اسلامی رو باز بزنه. ببینید مسائل تو حکومت اسلامی شخصیه، مسئله کارشناسانه نیست. شما وقتی مسائل کارشناسی باشه دیگه اون تعصبات شخصی شما نقش نداره. روی مسائل اساسی و مسائلی که خط علمی و منطقی داره شما میرین جلو.
ولی در حکومت اسلامی اینطوری نیست. نشستن که آقا خامنه ای اون کاغذه رو دستش بگیره بیاد پای منبر رو باز اون حرفا رو بزنه، که همون که مثلا این بار گفت. و متاسفانه آقای دکتر این تبلیغات دروغ که اینا دارن روی بعضی رو تاثیر میذاره. من داشتم همین چند روز پیش یه کتابی در اومده به نام رفسنجانی در سال 88، رفسنجانی و بحران 88، همچین چیزی که توقیف بوده بالاخره آزاد شد. یه جای نطقی از احمدی نژاد اون تو بود، اونو میخوندم، از اون نطقایی که اون وقت میکرد، که ای ملت، اینا با ذلت رفتن قرارداد بستن، قراردادهای خائنانه، من اومدم شرافت شما رو احیا کردم، میبینید نه، 7 قطعنامه علیه ما شورای امنیت داده. صدور 7 قطعنامه اسباب افتخار ایشونه. 8 سال اگه خاتمی نذاشته قطعنامه بیاد بیرون، اون ننگه اون. و این در جمهوری اسلامی احمدی نژادها جلو هستن و حرفشون خریدار داره در مقابل رو. اسباب تأسفه. خب آقای دکتر، بیایم بر سر قیمت نفت. حالا وضع اقتصادی ما که تغییر نمیکنه، با توجه به این شما هیچ امیدی ندارید که تحولو ببینید. اگه خاطرتون باشه ما در چندین هفته پیش که صحبت کردیم خب این خط پیش بینی میشد. بله. که قیمت گذاری نه از شکل تاکتیکی خودش خارج میشه. بله. شکل استراتژیکی به خودش میشه. مسئله ورود آمریکا به بازار. حالا الان ما چقدر وقت داریم آقای دکتر؟ نه ما زیاد وقت نداریم. من بخوام بحث زیاد شروع وقت کنم. نداریم. میریم یک فاصله کوتاه، درنگ کوتاهی میکنیم. چون ممکنه طولانی بشه. باز میریم. بله. بعد بریم سر نفت و سر نان و سر ارز. با ما باشید. با درود دوباره خدمت همه شما و البته دکتر فرابخش. بله داشتیم صحبت میکردیم درباره مسئله تحریم ها، ادامه تحریم ها، تأثیرش روی وضع اقتصادیمون. و آقای دکتر این مسئله فرو افتادن بهای نفت در اوپک هم نتونستن کاری بکنن، یعنی حرف ایران خریدار نداشت. ظاهرا سعودی ها میگن حرفی که آقای نعیمی زده بود که آمریکا برای تولید 60 دلار هزینه براش برمی‌داره و کم کم برمیگردن سراغ خودمون. ببینید ساختار قیمت گذاری انرژی در جهان تغییر کرده. شاه با اون نطق معروفش و اون جنگ عراق، این شیر خفته مصرف کننده انرژی در غرب واقعا بیدار کرد و اینا از اون زمان شروع کردن به تغییر نحوه مصرف خودشون در انرژی. چند کار کردن. یکی این که اومدن برنامه صرفه‌جویی در استفاده از انرژی فسیلی رو پیاده کردن. بعد اومدن رفتن انرژی های مشابه رو تقویت کردن. تو امریکا که آفتاب اصلا، انرژی خورشیدی، انرژی بادی، انرژی آبی، انرژی هسته‌ای. بعد اومدن علاوه بر این مسائل روی خود تشکیلات نفتی جهان کار کردن، به ویژه آمریکا. الان پس از 30 و چند سال این حرکتی که انجام دادن به نتیجه رسیده و نقطه اصلی قضیه این نفتیه که در امریکا الان داره تولید میشه. 8.5 و میرسه به 8.8. این تمام تناسب و اون ساختار سنتی قیمتگذاری نفت رو در جهان به هم زد که تا 1 میلیون بشکه اوپک کم میکرد قیمت میرفت. حالا خود آمریکا که داره 7-8 میلیون تولید میکنه، عربستان که با 10 میلیون تولید رفیق و شریک و همکار و همه چیش، امارات و لیبی و عراق و اینا هم که همه تو جیب آمریکا قرار دارن. پس اونی که الان تو جهان داره قیمت رو تعیین میکنه نه اوپک، نه روسیه است، نه اینه، نه اونه، فقط و فقط آمریکاست. آمریکا اومده قیمت نفت رو در رابطه با مسائل سیاسی هم داره مطرح میکنه. در نقشه جهانی آمریکا 3 مخالف داره در رابطه با نفت: روسیه، آمریکا، ونزوئلا. روسیه، ایران، ونزوئلا. روسیه، ایران، ونزوئلا. و
ونزوئلا که عددی نیست، با یه تشر آمریکا جا میزن. پس بنابراین دو کشور هستن ضرر کننده اصلی و آمریکا باهاشون مسئله داره، هم با روسیه مسئله داره به یه نوعش، هم با ایران مسئله داره که شاید مسئلهش با ایران حتی خطرناکتر از مسئله با روسیه باشه. پس بنابراین آمریکا قیمت نفت رو داره به شکل تاکتیکی دیگه تو جهان مطرح نمی‌کنه، به صورت استراتژیکی داره عمل می‌کنه. یعنی براش هم مطرح نیستش که براش 80 دلار تموم شه 70 دلار بفروشه، چون توی فاز دیگه‌ای داره حرکت می‌کنه. بنابراین این بازی‌های قیمتی درش تأثیری نداره. 700 میلیارد دلار فقط بودجه وزارت دفاعشه. بنابراین آمریکا تو این بازی یه خطی رو داره روی استراتژی دراز مدت، هدفی در مقابلش. به اعتقاد من این قیمت گذاری نفت اون جام زهر آخریه که آقای خامنه‌ای باید نوش جان کنه، یعنی حکومت نوش جان کنه. آمریکا این دفعه از بد زاویه یقه ایرانه گرفته، اقتصاد تک محصولی دیگه، اون مال هسته و غیر و غیره، اینا دیگه بازیچه است. بازی اصلی روی قیمت نفته که ایرانو واقعا مستعصل خواهد کرد، و من اعتقاد ندارم که این تحریمان به این زودی ها برداشته بشه، برای اینکه اینا مکمل این برنامه نفتی انرژی آمریکا خواهد بود. از این رو خیلی بعید میدونم که این عربد جویی های حکومت اسلامی نه تنها تأثیری در حرکت اقتصادی آمریکا که هیچی، اقتصاد خود ایران هم نمیگذاره، بلکه بدتر کار آشوبتر میکنه، سختتر میکنه. ببینید الان تنها مسئله این نیست که ما درآمد نفت نداریم، مسئله بس اینه که شما اقتصاد سال به سال فرسوده میشه. ببینید در آمریکا یه کارخونه که امروز شما تولید میکنین استهلاکش 5 ساله است، یعنی پس از 5 سال اون کارخونه مستهلکه. حالا ممکنه ماشینالات عوض نکنن، ولی رسیده به اون مرحله ای که سر 5 سال میگه آقای ماشین رو بعد ماشین دیگه بزنید. مال ما رفته رو 30 سال، یعنی بخش تولید ما عملا زمینگیر شده، خصوص صنعت نفت ما روی 40 ساله. یعنی اگر بخواید شما صنعت نفت کشور رو آپدیتش کنین که بتونه با یه جایی مثل عربستان سعودی رقابت بکنه، باید حداقل یه سرمایه‌گذاری 200 میلیارد دلاری تو این سیستم بشه. کاملا باید کجا میخواد بیاد، چجوری میخواد بیاد؟ خب اینا همه اگر اون نیاد درآمد دولت لنگه. تمام زندگی ما مالیات که خرجمون رو نمیده، مالیات که 30% بودجه دولت تشکیل میده، 70%ش روی نفت خوابیده. پس بنابراین واقعا دولت حکومت اسلامی در گرفتاریه، منتها این گرفتاری رو مثل همه کارهای دیگه شون اینقدر دروغ میگن، این هم هیچ وقت به ملت ملت خودش داره میبینه که ملت هم مثل تولید داره فرسوده میشه، داره واقعا نیروش زائل میشه، ولی نمیدونه از کجا داره میخوره، چرا داره میخوره. و متاسفانه هیچ راه حلی هم برای این مسئله در وجنات این حکومت دیده نمیشه. خب دکتر یه سوالی دارم، از تاریخو که نگاه میکنی از دیرباز نان در زندگی مردم، حالا در خاورمیانه به خصوص، یه اثر اصلا وضعی داره، یه اثر مستقیم داره. زمان ناصرالدین شاه گندم دیر میاد، قیمت میره بالا، مردم شورش میکنن. اون زمان مظفرالدین شاه همینطور، در زمان جنگ جهانی اول همینطور. بعد زمان شاه یک قرون روی نان بره مثلا یا روی بنزین نفت بره، این سر و صدا میشه. چطور اینا 30-70% دارن قیمت نان رو بالا میبرن؟ چه جوریه؟ نمیترسن از واکنش مردم؟ ببینین شما تو خارج از کشور وقتی که فرض بفرمایید پول آب میخواد اضافه بشه، از 8 ماه قبل برای شما می‌نویسن که در فلان تاریخ ما اینقدر میخوایم اضافه، سال آینده بودجه بعدی، یعنی یه برنامه ریزی مشخصی وجود داره. در کشور ما که برنامه ریزی مشخص وجود نداره که، پس بنابراین مقطعیه، موردیه.
یعنی در یه مقطعی میرسه که میگن با این کار انجام ده. دکتر بیاین اول با هم این فیلم آقای نوبخت رو ببینیم راجع به نان، چون نظر شما رو میخوام بدونم. ببینیم این فیلم رو. دولت برای اینکه نان با کیفیت و قیمت مناسب به صورت ارزان در اختیار مصرف کنندگان محترم قرار بگیره، هر سال یارانه ای رو برای این کار اختصاص میده. امسال هم بالغ بر 7,000 میلیارد تومان یارانه پرداخت شد. در این شرایط دولت هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت نان نداره. این افزایش صرفاً محصول اون افزایش هزینه است که به نانواهای محترم وارد میشه. ما برای اینکه یک کار سالم و صریح و صادقانه ای صورت بگیره، خب فکر کردیم که استانها میتوانن این اجازه رو داشته باشن بررسی بکنن تا اون حدی رو که به خاطر افزایش قیمت کارگر و قیمت سوخت و اینا هست، نانواها بتونن جبران زحمتشون رو بکنن که اینم از 30% بیشتر نخواهد بود. بنابراین این افزایش میخواد این اعمال بشه، چون به هر حال تو استانهای مختلف فرمودید باید جلساتی به هر حال تشکیل بشه. از کی در سطح کشور ابلاغ شد که میتونن از همین فردا اقدام بکنن؟ آقای دکتر، یعنی نون 1,000 تومان میشه 1,300 تومان. حالا طرفی که 5 تا بچه داره و نون غذای اصلیشه، شما تصورش رو این روزی مثلا 10 تا نون بخواد بگیره، 10 تا فقط، این در روز با 13,000 تومان پول نون بده. ببینید آقای دکتر، بعد حرفو دیدین آقای دکتر، این که هم فقط لفظ قلم صحبت کرد و یه مقداری ولی مطلبی نگفت. ببینید وقتی که شما صحبت از این میکنید که در یه فاصله زمانی کوتاه بدون سابقه قبلی، بدون اطلاع قبلی، ناگهان بیان 30% خیلیه. آقای بعضی ها نوشتن روزنامه اقتصاد تا 70% هم بعضی. خب این یعنی چی؟ یعنی اینکه دولت اصلا برنامه ریزی نداره. یعنی دولت الان خورده به خاطر همین تحریم ها، گرفتاری مالی داره. حالا ارز بالا میره، قیمت نان بالا میره، بدون خب این قیمت نون که 30% میره بالا که همین نمیمونه که، این قیمت نون تاثیر میذاره روی قیمت های دیگه. و دولتی که داره میگه من یک سال گذشته با تورم مبارزه کردم، از 43% رسوندمشونم به 20 و چند درصد، نمیاد یه همچین خطایی رو انجام بده. خب این الان به صورت زنجیره‌ای باز تورم برمیگرده تو جامعه، تمام کامودیتی، تمام مصرف خب مسلمه برمیگرده رو جامعه. و از طرف دیگه به قول شما این زندگی کارگر و کارمندی که با نون باید خودشو سیر بکنه، خب این چیکار کنه؟ ببینید یه به اعتقاد من شاید همین دستهایی تو کار، من نمیدونم واقعا آدم نمیدونه چی باید. هر حکومتی رو بگیرید از عقب افتاده آفریقایی تو آمریکا، مسئله نان رو همه روش حساسن. بله. به هر قیمتی. بله. شده و اینا بدون اطلاع قبلی، یعنی اگه از 4 ماه پیش شروع میکردن میگفتن 3 ماه دیگه نان گرون میشه، خب چرا یک باره؟ بخاطر اینکه همه اتمی به نتیجه نرسید، چون اینا اگر او به نتیجه رسیده بود جامعه رو تک تک گول میداد. خب شما خودتو پیشبینی کردید. بله. چقدر اثر مثبتی روی اقتصاد. خب آقای حکام ایران، جناب آقای ولی فقیه، آقا شما فکر نمی کنی که این مردم بیچاره چجوری این اضافه پول رو برای نان باید بدن؟ یعنی شما پیش خودت نشستی که ما غرور اتمی، کدوم غرور؟ قربونه 2000 تا سانترویج داریم، 9000 تا داریم، به 2000 تا کره جنوبی دیگه بالاترین مثال دیگه، الان به جهان داره نیروگاه صادر میکنه، تولید آن سانترویج هم نداره، نمیکنه، ولی میسازه میده به کشورهای دیگه و انرژی سوختش هم میره جای دیگه میخره. خب هست دیگه، فراوون و ارزون. ما خودمون میتونستیم از خیلی جاها بخریم اگر برنامه‌مون درست بود. در حال این، من نه منظورم اینه دکتر، شما فکر میکنید این نوع رفتار با مردم، با نان سفره مردم، اینا واکنش نشون نمیدن؟ 100% ببینید دولت الان به قول معروف قاطی کرده. یعنی انتظارش این می بود، شاید فکر میکنم انتظارش این می بود که به چرا بودجه رو هنوز نمیتونن تهیه کنن، بودجه سال آینده 50% میخوام بدن، همطور نشستند که ببینن چی میشه. خب وقتی که مملکتی بودجه سال آینده خودشو که الان دیگه 2 ماه مونده به پایان سال نتونه تهیه بکنه، معلومه که تهیه بلا تکلیفی قرار گرفته.
اونم به هر حال یه انسانهای متخصص نشستن برای این کار، مثل زمان آقای احمدی نژاد نیستن. بله بله. و اینا نمیتونن بودجه رو تهیه کنن. چرا؟ چون کسری بودجه یه 30-40% کسری بودجه ما داریم. تازه این کسری بودجه یک ربطی به بخش عمرانی بودجه پیدا نمیکنه. این هزینه‌های جاری دولته که داره کسری میاره. خب اینا مسائلیه که درموندن توش. ولی از اون طرف چون خوب دروغ میگن، قشنگ میتونه مسائل رو پشت رو کنن، میان این مدلی حرف میزنند و استانداران محترم آدم دلش برای نوبخت هم میسوزه، چون این شعورش رو میدونه ولی بیچاره معلوم بود نمیدونه چی بگه دیگه. و این دیزالوای متعدد هم نشون میده، تلویزیون هم کات کرده، یعنی کاملا نشون میداد که این یه حرفی رو زده و تلویزیون وجده قطع کرده بریده. ولی آقای دکتر تا دلتون بخواد اینا در اندیشه آخرت مردم هست و در اندیشه نسل جوان هست که به دنیا میان، تا حدی که به جای اینکه بیان یه کارتونی درست کنن، انیمیشنی بیست تو تمام جاها معموله، در سر کلاس درس بچه های کوچک هم الان میان بهشون رابطه زناشویی همه اینا رو از طریق عروسک، از طریق اینا. اما در جمهوری ولایت فقیه چون خیلی به فکر آخرت مردم هست که مبادا از یک عکس پلاستیکی هم مثلا مردم حالی به حالی بشن و بهششون به خطر میفته، یه آقای دکتر مرد پا میشه میاد یه چیزی میچسبونه اینجا به عنوان سینه و اینو به بچه میده. اینو نگاه کن آقای دکتر، چگونگی شیر دادن. آخه شما فکر کنید فیلمشو ببینیم. برای بردن به طرف پستان بچه رو دست مادر جاش مهمه. این دست کجاست؟ خدمتتون عرض کردم اگر وسط نشسته دارید دست اینجاست، بازم همینجاست، دست پس گردن و رو شونه قرار میگیره. این خیلی مهمه. دقیقا میدونی کجا گرفتم؟ دست پس گردن و رو شونه. خب دست مادرم روی پستان خیلی مهمه که دستشو کجا بگیره. دقیقا ببینید، من این پستان اگر در نظر بگیریم، دست من خارج از حال است، یعنی 3-4 سانتیمه 3 سانتیمه خارج از حال است. خب من کجا میگیرم؟ من اگه پستانم در این حد هست دست میش اینجور بگیرم، ولی اگه به پستان من پستان کوچک باشه، اگه من بخوام تمام دست زیر بگیرم نمیتونم. ببینید این نوک گرفته میشه، این با پستان کوچک این بچه نوک خواهد خورد. پس دست من جوری میگیرم خارج از این حاله باشه، چون حاله از قسمت که دهان بچه قرار میگیره در اینجا باید تو دهان بچه باشه، آزاد باشه. خب پس اینجا یعنی دست میگید که خیلی مهمه، صد راه میشه. بله بله. آه. اصلا مادر ممکن اینجا بگیره، بعد بچه رو قشنگ ببینید و فقط اصلا نمیذاره لچ کنه، نمیذاره تو دهن بچه بره پستان. خیلی مهمه. پس دست مادر خیلی دست این دستش که معلومه کجا گرفت، روشونه ها سر عقبتر قرار میگیره، این دست خارج از بچه بیچاره رو کشت. این عروسکم، حتی عروسکم شما فکر کنید مملکت جوک شده واقعا. اولا اون دکتری که حالا میگم لابد فارغ التحصیل یکی از این شعبه های دانشگاه آزاد، ولی دکتری که حاضر میشه بیاد تو تلویزیون خودشو اینجوری مسخره کنه و اون گوینده ای که نشسته با چه دقتی داره گوش میده که آقا بزن رو اینترنت 1000 تا فیلم هست میتونی نگاه بکنی طرز درست شیر ها ساله دارن زنها بچه هاشون شیر اصلا کسی بهشون تعلیم داده. آخه بعد یه چیزایی رو اینا میان تو تلویزیون که محال بود قبل از انقلاب این حرفا در تلویزیون زده بشه، که آخوندی بیاد اونجا بشه بگه خانم اگه شوهرت رو شطور هم باید بری، تو فولکس هم باید بری، من رو پشتوام هم بری. میخوام بهتون بگم اینا مغزشون اینه آقای دکتر، چاره‌ای در اندیشه وضع مردم اقتصاد کشور اینا رو، اینا میگن آقا به هر چیزی از یه لقمه نون رو بخور نمید، ما که اوضاعمون رو به راست که مرغ و قاز آقای جنتی که بر سر کار هست، آقای لاریجانی، آقای صادق لاریجانی به هر حال میتوانند زوجات متعدده رو برن بهشون نان و گوشت و آب بدن، ولی مردم عادی، مردم خیلی خیلی تلخه. یعنی من الان واقعا فکر میکنم نیمی از مردم جامعه که نان بخش عمده غذاشون، حالا یه آبی یا آبگوشتی هم باشه چیکار میکنه؟ شما ببینید الان که این خب 30% قیمت نان داره میره بالا، الان ماهای دو سه ماه دیگه پایان ساله، باید تعیین حقوق کنن، حقوق کارگر باید تعیین بشه، نرخ تورم با توجه به این گرونی نان و
اینم گرونی دلار رو که حالا باز واردات گرون خواهد شد. بعد بنابراین خود مسئله افزایش حقوق کارگر، مزد دستمزد کارگر خودش مسئله خواهد بود. کارمندا یک عمر میشینه با کارگرا به عشق این ایدی. این ایدی چی میشه حالا؟ ببینید آقای دکتر نوری زاده، یعنی نادانی دولت رو من میخوام خدمتتون بگم. 74 میلیون نفر دارن یارانه میگیرن. واه. که 34 میلیونشون بی خودی دارن میگیرن. اون 34 میلیون رو براش اگه راه حل پیدا کنن نیازی نداره نرخ نان ببره بالا. میبینید اصلا هیچ گونه ما تصور خود منم این بود که خودم این آقای روحانی که اومدن و این تیم اقتصادی که اومده و اون مقدار اختیاراتی که از آقای خامنه‌ای گرفتن یه حرکت اقتصادی اصلا نشد. بلکه آقای دکتر اینقدر خط قرمز وجود داره، شما همین یارانه رو دارید میگید میره سراغ یارانه، سراغ یه مجموعه، این وابسته به اونه، اون وابسته به اینه، نمیتونه قاطعیت استاندار با اینه، نمیتونه بگه آقا اینجا ببر کسانی حقوقشون بالا یه میلیونه دیگه ندید. بله. این قدرت رو نداره دولت که این حرف بخواد. اینه که همه چی نصف کاره نصف کاره باقی میمونه و در نتیجه میگم الان دولت هیچ برنامه برای سال آیندهش نداره. من دکتر نامه یک سرهنگ خلبان رو توی برنامه هم خوندم، اصلا تکون دهنده بود. یه سرهنگ خلبان که برای مملکت تو جنگ ایران و عراق جانبازی کرده، تا پای مرگ رفته، حالا بازنشسته شده، بعد زندگیشو برای ما نوشته بود با بچه و با زندگی و خانواده در چه شرط. حالا تازه این یک خلبانه که حقوقش یک امتیازاتی بر حقوقای دیگه داره، ولی اوریج حقوقا مگه چقدره؟ بازنشسته ها در شرط بسیار بدی هستن. بله. در حالی که یه عمر بخشی از این حقوق رو دادن به امید روزی که بتونن ازش استفاده کنن. در حال من اینطور که دارم میبینم آقای دکتر، این مسئله گران کردن نان، اونم با این بی برنامه که واگذار کرده به نانوا، که بعد میگه بله فکر نمیکنم 30%، ولی همین امروز من تو روزنامه‌شون خوندم تا 70%. 100% میره بالا. برای که اون نانوا هم بدبخت چه کنه؟ اون چه کنه؟ سوخت گرون، آرد گرون، چی کار بکنه اون؟ بعد این استدلال بیمعنی که خب کیفیت نان بالا خواهد رفت. اصلا این چه معنی؟ اصلا این حرف معنی نان نمی... باید کیفیت خوب داشته باشه. کیفیت نان، چیز کیفیت نان دیگه. به هر حال نمیدونه واقعا آدم متاثر میشه. چی کردیم با خودمون؟ بیچاره چی کردیم با خودمون؟ آقا خودکشی دست جمعی. یک ملت خودکشی. شاملو میگه هیچ کس به کشتن خود این چنین بر نخواست که من به زندگی نشست. یعنی یه خودکشی بود، یه ملتی خودکشی کرد. من این صفحات کتاب شما رو میخونم که حالا انشالله بتونیم بعد از سال نو مسیحی این کتاب منتشر کنیم. حیرت میکنم، یعنی چیزی که خودم نمیدونم، میبینم که چقدر اون زمان تبلیغات بد بود و ضعیف بود و چطور اینا بودجه ریختن رو تبلیغات دارن کار میکنن. روزنامه های مدل خودشون میاد بیرون، برنامه های رادیو تلویزیون. ببینید شاه اتکای به نفس داشت، اتکای به برنامه های خودش داشت، فکر میاد اونا خودش اینا ملت منو راضی و قانع میکنه، یعنی فکر دانشگاهی و علمی داشت، در حالی که با نباید نمیدونست تو مملکتی که منبر هست و منبر از طرف میره بالا. کاملا درسته. یعنی اینا اونو دارن دیگه. بله. 80,000 تا آخوند فرستادن تو کشورجه های مختلف کشور، صبح تا شب دارن دروغ میگن و خیلی راحت. این بخشنامه میاد و با این دروغ ها. این مشکل اصولی شاه بود. نمیدونم واقعا آدم متاسف میشه اگه این هزار سال 1362 میرسیدیم ما سال 1362 اگر ما میرسیدیم برنامه آخر پنجم خود شاه داره میگه در اون موقع دیگه دموکراسی و اون چیزایی که انتظار مردم بود میامد دیگه، نیازی به چون همون اون تئوری که شما بهش اشاره کردی چین دنبالش رفت. بله. اول پروسپریتی بعد بریم به دموکراسی. به نظرم سه تا پهلوی ها یه برنامه اینجوری داشتن، اولی بره زیربنا رو درست کنه، دومی تکمیل کنه، اقتصاد رو درست کنه، صنعتی بشه، که سومی بیاد به مقوله، یعنی ده. سه آرزوی مشروط خواهان، امنیت و بعد دولت دموکرات به شاهزاده رضا پهلوی که میرسید
اون دولت دموکراتی که مورد انتظار بود واقعا پیاده میشد. ولی متاسفانه به قول شما و این خودکشی دست جمعی ملت ایران، خودکشی کردیم. بله خودکشی کردیم. چراغ خانه ای رو که میسوخت با سنگ زدیم خاموش کردیم، بعد در به در دنبال شمع، تازه به چراغ هم نمیرسه و متاسفانه کار به اینجا رسید. و اینو آقای دکتر بهتون بگم، متاسفانه این نوع نگاه و این نوع نگرش که آخوندها دارن در ایران، جاهای دیگه هم که این اسلام سیاسی قد علم کرد همین مصیبت بود. منتها مردم مصر غیرت داشتن. واقعا مصری ها برای من هر روز احترامم به اونا بیشتر میشه. روز جمعه اخوان المسلمین دعوت به تظاهرات کرده بودن. چه تبلیغاتی، تلویزیون الجزیره قطر صبح تا شب براشون تبلیغات میکرد. بیایید و میلیونی بیایید و بریزید و علیه کودتا و علیه ارتش. مردم اعتنا نکرد و واقعا بی آبرو شدن اخوان المسلمین. ولی اون وقت در کشور ما، من نمیدونم، تعجب میکنم و میگم آیا مردم، باید با خفت آدم قبول کرد نان روزانه بچه هاشم 30% بالا ببرم تا 70%. ممنونم دکتر، وقتمون به پایان رسید. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق دکتر فرح‌بخش نازنین، همه شما را تا فردا به پروردگار عاشق می سپارم.